بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران و برادران عزیز سلام، امیدوار هستم که خوب و جور و صحت و سلامت باشین. من ایمان هاشمی در خدمت شما نازنینان هستم با یک برنامه کاملا تازه از منطقه مرادخانی شهر کابل، جایی که قدامت بسیار زیاد داره و گپ ها و سخن های خیلی زیاد در این کوچه هست. ان شاء الله از اینجا برنامه رو شروع میکنیم، صحبت ها و گفتنی های خیلی خوب با هموطنان عزیز ما داشته باشیم، شما بیننده این برنامه ما هم باشید. از این سپاسگزار شما بیننده برنامه ما هستین. پاچه پزی نوری را در تصویر میبینیم که کله، پاچه، مغز، سرخی و زبان در اینجا فروخته میشه. گوشت خورا چیز خاله جان کس یک ذره نه که هیچ گوشت خور نیست، گفته خودش میگه من ویج هستم. ماشم که ویج از چی مانامیته، فکر میکنم سبزی خوار مانامیته دیگه. او ویج هست اینجا که وقت تصویر از اینجا را میبینه با زیر رقم مشکل برش پیدا میشه. خوب است که زودتر بیایم این طرف. سلام کاکا، شما خوب هستید؟ تشکر، سلامت باشید. خوب هستید؟ شکر. چی کاروبار میکنین کاکا؟ حالا اینه بودرنگ میکنیم یک در بدرنگ. ساز ببخشنگ نان دادان تان بود، مگه پشروع کردم امرای شما بسیدیت بسید نگه تایراز دلیم نشم. یه علایم ری سفیدیست دیگه. آه علایم ری سفیدیست. مگم از دل زنده باشین کاکا؟ خدا یه ما ننصیب کنه دیگه، یک چیز نمونده. خب اینی اسپند است فکر میکنم، اسپند و بربو و امید آیس برده و خاکشیر و جانجانی هم ایتا چیزا داریم. خاکشیر چی به درد میخوره؟ مرده میگه که دمی چی که دوازده، یعنی می چه نام داشت که گلی زدگی؟ نه دمی قرانتگه میگم دوازدهانیم کرونا. خب او با کرونا میگه فایده داره؟ حال نقص نکنه اگه دفعه با ما نشه و همه تو میگه بیش پیتایش کمی هست. باز وقتی که یوازه افتاده بود چطور بود؟ قیمت ها بالا نرفته بود؟ من میگو ولی اگه نفر نبود که یک رو میخرید همیتا گوشنگ تباه شدیم. خدا یک آرامی رو بده، احوال مرضا رو گم کنه. آمین آمین. حالا گفتگوی صلح هم جریان داره، ان شاء الله بخیر کارامی میشه. خود توکل ما و شما در خدا. چند سال میشه دیجاستین کوکو؟ این احوالی کرده ای ترست. از اول کرده ای باشنده امی مرادخانی هستی؟ آه این میگه آج میشه شگت خدا گفته دیگه، دیگه غیر خدا دیگه چیز. ان شاء الله خدا مهربان است. خیر بینی کنیم رو میگم سلامت باشی. خیر بینی کنیم. سلامت باشی. زنده باش. سلامت باش. تشکر. سلامت باش. نوش جان. نوش جان. نانه که قاقه ما رو بخوره. نوش جان. خب از این کوچه رو که شما در تصویر میبینین چیزهای زیاد اینجا فروخته میشه، از میوه خشک و از دکانهای خوراک فروشی شروع تا سر کوچه هتل ها و همونطور با پیش میریم و چیزهای انتیک فروشی هم اینجا هست، مثلا انگشتر و زیورالات و این چیزا. بریم اونا رو با تصویر میکشیم، صحبت ها با اونا میداشته باشیم. امیدوارم که شما بیننده برنامه ما تا آخر باشید. سپاسگزار شما بیننده برنامه ما هستین. اومدیم داخل یکی از رستوران هایی که در کوچه چی میشه، کوچه زیارت کوچه زیارت میشه فکر کنم، کوچه مرادخانی. کوچه مرادخانی میگه درست تر میه به خاطر زیارت ابوالفضل هم همینجا است، از اون خاطر میگفتم. آ کوچه که باز آخر میریم باز مرادخانی اصلی هم میشه، میاد که داخل قلم میشه ما باز خانه های قدیمی هستم. ان شاء الله بخیر واره باز با تصویر برتون میکشیم. خب پر حرف نمیکنم، داخل رستوران هم رستوران هم از امور رستوران های چهارزانوی قدیمی است که نان خوردن در ایجا دیگه لذت دیگه داره که بازوره کسایی که اگه خورده باشه باز میفهم. سلام بر شما. علیکم السلام. خوب بخیر هستی. شکر فضل سلامت. نام شما چی است؟ سعید جمشید. آقا صاحب عزیز دیگه فکر میکنم ترنگ پرنگ کده روی بود، خلاص شده؟ بله تازه کار خلاص کرده. خب کلاو پاشا داره نگه ایش؟ بله از ما کلاو پاشا برنج قابلی چیزا نه خیلی صرف کلاو پاشا است. حالا گرمیز دهی درجه حرارت کلاو پاشا به فروش میرسه نمیرسه؟ خدا رو شکر است همون روزانه همون چیزی که بندازی بور سودا میکنیم طبق معمول. روزانه چقدر سودا میکنین؟ اوشو گفتن همش خام یک دادانه قدر 15 دانه سودا میکنیم پاچه. بسیار خوب. بسیار با زمستان که میشه چقدر سودا میکنیم؟ زمستان یک 25 دانه 20 دانه هم قدر میشه. هوا که سرد میشه با چیزای گرم مزه میده خوردن. گرمونه خوبتر است. چند سال از دایی منطقه هستین؟ از خودم یک 17 18 سال میشه میشه کار میکنم. بله باشنده هم اینجا هستین؟ نه خیر نه باشنده اینجا نیستیم. خب 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 چطور از دایی شب روز وضعیت امنیتی دایی منطقه؟
خدا رو شکر خوب وضعیت تجارتی. ماه محرم چطور تیر شد؟ خدا رو شکر به خیر تشه بسیار آرام. بله. بودین در تغزنیا؟ بله اینجا بودیم. خدمت میکردیم. بسیار خوب. چی بودین؟ چی میگن شما؟ فراش، فراش بودیم. بله ما فراش بودیم. سلامت باشین. خداوند برکت بنازد کار بار. خیر ببین کامرای ما قبضه. تشکر بسیار. سلامت باشین. خب عزیزان ما هم میریم به بیرون و گپا و گفتنیهای دیگه با همسران ما دارم. می داشته باشین. امیدوارم که شما بیننده ما باشین. از این سپاسگزاری که شما بیننده برنامه ما هستین. صحبت ها جریان داره با هموطنان ما در منطقه مرادخانی شهر کابل هستیم. میجرم شما توابت یونانی الهاج چی نمشته کده؟ نه این اینجا یک چیز دیگه نمشته کده الفتی. الفتی بسیار یک جای قدیمی است. چارچاکات دروازه و چیزاره که میبینین از امو دوران های سابق است که در اینجا بوده و اینجا توابت یونانی نوشته که جالب دیگه است. بده اینجا نوشته که زرگری. حتما این توابت یونانی از سابقا بوده، زرگری را نوجور کردن. خیر باشه، همسایه کانایشان است. از اینا پرسان میکنیم ببینیم که چی گپا و چی اتفاقای در مرادخانی افتاده این سالهای اخیر. سلام بر شما. سلام علیکم برادر، خوب هستید؟ جانتون جور، صحتتون خوب باشین. سلامت باشین. نام شما چی است؟ محمد اکبر. محمد اکبر عزیز، چند سال میشه که زرگری دارین در این منطقه؟ در این منطقه 15 سال میشه که زرگری میکنم. 15 سال. چی تغییرات اومده در 15 سال در منطقه مرادخانی؟ والا تغییرات زیاد اومده دیگه. این طرف دوکانو بود، دوکانو غلطیده، فعلا مسجد آباد شده دیگه. یعنی سنگ یا شانده شده داخل های کوچه کلش همه امار شدن تازه دیگه نو به حساب. فکر میکنم کدام شرکت قراردادش گرفته بجور کردن. بله فیروزکو، مؤسسه فیروزکو. خانه ها رو دوباره درست میکنن یا فقط هم کوچه و پس کوچه هایش؟ خانه ها رو بسیاری شد ترمیم کردن. جان دیگه بیادر کوچه رو و خانه رو کلش جور میگن قسم میخوایم ترمیم بکنیم که امو چی میگه شکل ظاهری که از قدیما مونده و تغییر نکنه، فقط کمی بازسازی میکنن. آثار آثار عتیقه ترمیم میشه کنن. پیش خودت هم آثار عتیقه هستی یا نه؟ نه خیر نه نیست. نه خب این چیزا طلا هستن یا اما تو علکی هست؟ چیز هست عادی هست. همسایه دکان هم عادی زیگه. نه اینا نقره هست. از یا نقره هست؟ از یا نقره. سلامت باشی، زنده باشی. تشکر کنم روی ما صحبت کردی. بین ازانم چیزای قیمتی قیمتی رو بر شما نشان میدم که ببینید ماشم در خارج هم پیدا میشه از یا نمیشه. در افغانستان خو این چیزا زیاد است، اشتباه نکنم. بیروچ است، رنگ سبز که داره و دیگه یاقوت است. این چیزا را دیگه دارن. چطور است کاروبار؟ سلام بر شما. خوب هستین ان شاء الله؟ خیریت هست؟ شما خوب هستین؟ خیر هستین؟ سلامت باشین، زنده باشین. چطور است فروش انگشتر و لاک تیشیزا؟ خوب است، فضل خدا، شکر است. نظر به می شرایطی که فعلا در افغانستان است، شکر است که همه قوم میشه یک دست پای میچله. مردم شوقی در این منطقه زیاد باشد؟ مردم شوقی من به خاطر که باز امی زیادتری مردم حقیق فیروزه را زیاد خوش دارید ازشان باشه و او خاطر فیروزه چند است نرخوش؟ والا دیگه فیروزه است 500 افغانی شروع سن تا 50000 افغانی ره. خب یک دونه 50000 ش هست میجا بعد فعلا نداره. 500 ش خواست؟ 500 ش هم از 5000 ش هم از 3000 ش هم است دیگه. 50000 فعلا نیست دیگه. 50000 یک چیز تاق است، مثل که یک چیز کهنه باشه، سابقه بسیار خوبش انتیک اون رقم است. یاد دیگه نه است فعلا. خب با دیش ابرو زیاتر مردم می از قیمتیاش میخره یا ارزان بای میخره؟ بله ارزان بای میخره. روزگار مردم یک ذره لخ است، ارزان بای ترش میخرن. اما که مقصد گزاره شه به کسی که کار داره فعلا نگاه دیگه. مردم یک ذره دغم شکم خود است، خب پیش شوق کس نمیگرده. اول میگه شکم گوش نمیگه جنگ نمیشه. اما تر یک چیز است، شکم سیر کنیم باز بریم در جنگ. افغانستان هم که مکمل سر سر جنگ. ان شاء الله بخیر. حالا اون گفتگوهای سال جریان داره که یک سال سر تا سری به بخیر که مردم اعصابش آرام شه و به پشت شوقای سابقی خدا نمیگه. توکل به خدا که یک سال سر تا سری به یک ذره کار بارم شروع شه و می ترس امتحان انفجار دیگه نباشه دیگه در سر ما. ان شاء الله بخیر. چطور تیر شد ماه محرم؟ اینجا شما نزدیک هستین به مسجد ابوالفضل. فضل خدا خوب تیر شد. خوب تدابیر امنیتی
گرفته بودن درست. خوب تر شد. خدا رو شکر، خدا رو شکر. اینی فکر میکنم میگه چشموره میگه نمیره چشموره میگه خواه 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 از یک بندازن دیگه چشمی نمیشن. این خواه یک چیزی است که مقصد یا خواه اصلی نداره، مدن نداره، یک چیز ترکیبی است. باز به خاطر که نظر نشه یک چشم میگیره، مثلا این بالاست این یا کلان کلان است، به خاطر چشموره، به خاطر نظر است. درست. چشم دیام میخورن. درست درست. یک چیز خودسازی از باز چطور که میور داره نظره؟ این به خاطر که خودش چشم مورا چیز انتیک از دو چشم میخوره به حساب نظر دیگه کس برداشتن بشه. چشم مورا کس معدن نداره، مثلا معدن لاجورد وطن ما و شما واره، یا زمرد پنشیر ما و شما واره، یا یاقوت جگدلک ما و شما واره، معدن نداره. چشم مورا کلش ترکیبی است، خصوصا کار ترکیه از یاد از ترکیه اول چیز را کشید چشم مورا را برای خانم کلانتر شه دیگه. مردم ما شما یک چیزی که ما یک چیزی را خوش میگنن که یک چیز نظر دیش بخوره دیگه. خیر باشه، سلامت باشین، تشکر که امروی ما گذارین، زنده باشین، تشکر. خب ازان سپاسگزار از شما که بیننده برنامه ما هستین. چند تصویر از همین محوطه ببینین، از همین سنگایی که در اینجا هست تصاویرش شما ببینین. ان شاء الله صحبت ها و گفتنی های دیگه هم باز از این قسمت شروع میشه و میریم به داخل کوچه ببینیم چه گپ ها در اونجا هست. شما تا وقت چند تصویر از اینجا ببینین. بازان سپاسگزار بازم که شما بیننده برنامه ما سن انگشترا رو شما در تصویر دیدیم. سال از انگشترای مقبول بود که در ایجا به فروش میرسید. ما هم راه را بند نمیکنیم، میریم بخیر به طرف بالاتر. تصویر این طرف بگی که بعض دوستا در ایجا نمیخواین در تصویر باشن، اجازه ندارن در تصویر باشن و میگه تصویر گرفتن بدون اجازه 5 سال جرم داره. ما نمیخوایم در ای جوانی 5 سال برم به کنج زندان. البته کار ما قانونی است، ما استعلام داریم، کارت داریم، مشخصا از رسانه هستیم. اما ای که شخصا دوست ندارن بیان، ما هم احترام میگذاریم به اونا. اما تو زرگری ها در اینجا هم هسته که لوازم تزئیناتی که مربوطه که به شامل انگشتر و لاکتی چیزا میشه به فروش میرسه و پیشتر میریم که یک ذره مشکلات امنیتی زیاد دارن، نمیخوان زیادترشون در تصویر بین. ما پیشتر میریم، بین پیش بریم دیگه دکانهای خوراک فروشی و همچنان اینجا مهر هم به فروش میرسه. مهر است، اشتباه نکنم، مهر است و اشتباه نکنم، منطقه مرادخانی شهر کابل منطقه است که برادرای اهل تشیع ما در اینجا زیادتر هستن و همونطور که در این قسمت میبینین زیارت حضرت ابوالفضل عباس در اینجا است. بله در اینجا است و با امو خاطر مهر و چیزای زیاد فروخته میشه و فکر میکنم تصویر همه خوب است. کمی پیشتر بریم که زیاد سر صدای از زون ما در اینجا برآمد که دروازه ورودی اینجا است. فکر میکنم داخل زیارت میشن مردانه، دروازه که به اون طرف شما دیدین در تصویر او زنانه بود و خانم ها از اونجا داخل میشن. اینجا هم دروازه رو در تصویر داشته باشیم، امو دروازه قدیمی اشتباه نکنیم بیره قلا میگن دیگه، داخل قلا میشن. دروازه قلا است باز دیگه، داخل قلا میشن دیگه. اینجا قلا میگن، قلعه میشه دیگه. باز اینجا دیگه خانه است و این طرف کوچه و طرف کوچه و همون تو با همون سیستم قدیمی که بود هنوز هم است. تغییرات زیاد نماده، فقط یکی از شرکت های خصوصی کوچه های اینجا را بازسازی کرده که خدا خیرشان بده. و
اضافه گپی نمیکنیم، اضافه حرف نمیزنیم. شما چند تصویر از جبی ببینید، باز انشالله بخیر گپای دیگر میداشته باشید. سپاسگزار که شما بیننده برنامه ما هستید. ما هم آمدیم داخل حمام قدیمی مرادخانی شهر کابل، قسمی که خب اینا اجازه ندارن سر بعد تصویر بیان، معلومات پشت صحنه ازشان گرفتم. ببخشید نگذرم، مود ما آف شد گفته از ما خارجی‌ها. از ما اول که آمدیم یکمک مشکل بود به خاطر ثبت کردن دیگه، مرا مود ما آف کردن دیگه، از خاطر یگان ما گپای تا بالا میشه. ما معذرت میخوایم. آمدیم داخل حمام قدیمی مرادخانی شهر کابل. میگن که این حمام از 300 سال پیش است. رقم است 300 سال پیش است و کم این قسمتایش بازسازی شده، کاشی ها بیچیزا از حال است، ولی این قسمت دروازه که شما میبینین، ساختمان خود هم حمامی ها از 300 سال پیش است و یک حمام قدیمی است که شاید کسایی که در اینجا زندگی کرده باشین و کسایی که در اینجا رفت آمد داشتین حتما داخل یه حمام آمده. نمره ایست یا عمومی است؟ عمومی است، حمام عمومی است، دروازهش همینجا است. دیگه باز فعلا نمیتونیم داخل بریم، باز یک روز که حال و هوای حمام کردن بود باز میایم یک برنامه جور میکنیم تو میریم حمام داخل، هم اجازه میگیریم میریم. شما دیگه تصاویر از اینجا رو ببینید و ما هم از اینجا باز بیرون میشیم میریم صحبت های دیگه با هموطنان ما در منطقه مرادخانی شهر کابل میداشته باشیم. عزیزان سپاسگزار شما بیننده برنامه ما تا حال هستین. ما تقریبا با آخر کوچه مرادخانی رسیدیم. البته مرادخانی بسازد کلان است، آخر کوچه گفتم منظور عظمی کوچه که ما داخل شدیم. اینجا هم دیگه یک کتاب فروشی کوچک است. ما هم تو گفتم سایز کتاب ها کوچک میباشه، اما معنویات و محتویات از اینا خیلی بزرگ میباشه و چیزایی که داخل از اینا میباشه هر نکتهش هر کلمهش خواندنی است و چیز خوبه به ما یاد میده. سلام به شما، خوب هستین؟ شما خیرتیست؟ شما خوب هست؟ بخیر باشه، زنده باشید. چند سال از کتاب فروشی میکنید؟ گونه 18 سال میشه، از اول دولت اسلامی تا بوله. چی تغییرات آمده در 18 سال در زندگیت؟ یه تغییرات نمیده. بهترین چیز به فروش میرسانی؟ من تغییرات در زندگی خودت نامده؟ نه تغییرات در زندگی من. خیلی کسایی که چیزها را میخرن، کتابا را میخرن، چیزای خوب ازش یاد میگیرن، پیشرفت میکنن. من هم خودت 18 سال همینجا هستی؟ 18 سال همینجا هست. باشه، نه من تخصی؟ نه همینجا هست. پای در کجا اوگار شده؟ پای ما دوره دکتر نجیب مقر غزنی. در مقر غزنی؟ ولسوال مقر. در دولت بودی وقت خودت؟ در دولت. وظیفه چی بود؟ وظیفه عسکر سرباز. سرباز بودی؟ بله. سرباز بودی، مقر غزنی رفتی به خاطر اجرای وظیفه، اوج زخمی شدی. ماینی ورسی مرض سابقه. یک پای مکمل قطع کرده و پای دیگه تام شکسته. خانه چند نفر هستی؟ خانه چهار تا. چهار نفر. خودت تنها کار میکنی؟ تنها خودم کارگر خودم. روزانه چی قاید میکنی؟ قاید ندارم، گاهی 500 میشه گاهی نمیشه،
و از طرف خداست که چیزی که خداوند بالاجای باشه همون چیز مه. در این وقت هم مردم هم مطالعه کمتر میکنن، شاید کتاب هم کم بخرن دیگه. کم میخره ولی سابقه اون نمونده. به کدام کار دیگه اقدام نکردی که دیگه کار کنی؟ نه دیگه نمیتونم. دیگه توانایی کارم ندارم. توانایی کار ندارم نه. توانایی کار دیگه ندارم نه. همیشه میباشی همیشه؟ نه نمیگه سم دایی منم. خب بس از آن ما کوشش میکنیم بخیر که بیادر ما را باز در نظر داشته باشیم، باز انشالله بخیر اگر تانستیم چیزی در توان ما بود باز انشالله بخیر کمک های ما به اینا هم میرسه، اما کمک ها مربوط همکارای دیگه ما میشه، انشالله بخیر اونا را باز یک روز روان میکنیم پیش اینا تا که بتانن کمک هایی که داشته باشن به اینا برسانن. خیر ببینید که امروز صحبت کردیم، تشکر بسیار زیاد، زنده باشین، خداوند برکت بندازد کار بار، سلامت باشین، سلامت باشین، بخیر باشین. از اون امر قمی گفتم اینا کتاب فروش هستن، کتاب میفروشن، خیلی چیزای خوبی را ما از کتاب یاد میگیریم، پیشرفت میکنیم و علم ما بالاتر میره، اما 18 سال از همین کارا میکنن، در 18 سال هیچ تغییری در زندگی اینا نامده. خیر باشه، خداوند مهربان است، ما ناامید نیستیم، انشالله بخیر، اگر خواست خدا بود چیزی که در توان ما باشه انشالله به اینا میکنیم، هیچ مشکل نداره، باشنده این منطقه هستن، امروشان ارتباط میداشته باشیم و به اینا خدمت میکنیم. ما تقریبا از آن رسیدیم به آخر کوچه مرادخانی و ما هم برنامه را همیجا به پایان میرسانم، امیدوارستم که از این برنامه شما لذت برده باشین، انشالله برنامه های دیگه هم میداشته باشیم، شما منتظر از او باشین. مرادخانی در این برنامه خلاص نمیشه، بخش های دیگه داره، خانه های قدیمی هست، کوچه ها و پس کوچه های مرادخانی، انشالله بخیر به شما به تصویر مکمل میکشیم. شما را با تا برنامه بعدی به خداوند بزرگ میسپاریم، با امید صلح، با امید عشق، با امید شیرین ترین لبخند.